پس از حمله تروریستی 10 روز قبل، این تازه ترین حمله در شهر لندن می باشد. اما هدف آن این بار باشندگان مسلمان این شهر بود. این حمله ناوقت شب یکشنبه زمان صورت گرفت که شخص مهاجم توسط موترش بر جمع از نمازگزاران هجوم برد. پلیس شهر لندن این حمله را یک عمل تروریستی خوانده، اما باشندگان مسلمان این شهر واکنش و رسیدگی پلیس را در برابر این حمله مورد انتقاد قرار داده و آنان را به برخورد دوگانه متهم میکنند. زمانی که از مسجد بیرون شدم یک صحنه وحشتناک را دیدم. مردم بر زمین افتاده بودند. من شنیدم که یک مرد سفید پوست با موترش بر مردم هجوم برد. این عمل واضحاً در واکنش به حمله اخیر در لندن بریج صورت گرفته. اما می خواهم بگویم که واکنش پلیس در برابر این حمله مضحک بود. یک ساعت طول کشید تا پلیس به اینجا برسد. نمیدانم که چرا. زمانی که حمله لندن بریج صورت گرفت، پلیس در 6 دقیقه و امبولانس در 10 دقیقه رسید. امروز امبولانس در 45 دقیقه رسید. من حیث مسلمانان رفتن به مسجد را مسئول احساس نمی‌کنیم. اما امبر رد وزیر داخلی بریتانیا در واکنش به انتقادات مسلمانان گفته است می‌داند که پلیس فوراً به ساحه رسیده و آن را یک پروسیجر نرمال بیان داشته است. در واکنش به انتقادات مسلمان گفته است او می‌داند که پلیس فوراً به ساحه رسیده و آن را یک پروسیجر نرمال بیان داشته است. به این حمله فوراً من حیث یک عمل تروریستی رسیدگی شده است. ما باید با پلیس اجازه دهیم تا حقایق را جمع آوری و هر چه زودتر در اختیار ما قرار دهند. اولویت ما باید حمایت از قربانیان این حمله و پایان یافتن سریع و ماهرانه تحقیقات باشد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز ضمن انتقاد از این حمله آن را یک عمل وحشتناک خوانده است. در حمله شب گذشته یک نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس شهر لندن گفته است که مهاجم 48 ساله این حمله را که از سوی مردم در ساحه دستگیر شده بود بازداشت کرده اند و تحقیقات در مورد جریان دارد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.